And now we have a heart line from Fariva in Australia. سلام استاد عزیزم، چقدر زیبایی و چقدر پاکی. خدای مهربانم که دلم برایت خیلی تنگه. چقدر دنبالت گشتم تا پیدایت کنم. از وقتی یادم میآید از بچگی هر راهی را امتحان کردم، هر جایی به دنبالت رفتم تا شما را پیدا کنم و بعد از مدتی میفهمیدم آن مسیر هم درست نیست. همیشه نگاهم به آسمون ها بود و در دلم فریادت میزدم. میدانستم اینجا یک زندان هست و من متعلق به اینجا نیستم. تا اینکه چند سال پیش که تا آن موقع استاد را ندیده بودم، خوابی دیدم که خواب نبود. دیدم که به دنیای بی نهایت زیبایی رفتم، محصور تماشای چراغها، نورها، رنگها و گلهای بی نهایت قشنگی بودم که یک موجود بهشتی، یک دختر فوق‌العاده زیبایی را دیدم که آنجا را به من نشان داد و بعد نوک یک قله ایستاد از من پرسید آرزو چیه؟ من هم بدون هیچ درنگی تنها آرزویم که دیدن خداوند بود از ذهنم گذر کرد و قبل از اینکه بخواهم بیان کنم دیدم خداوند در قالب یک بانویی و با شادی بدون وصفی محکم من را در آغوش کشید. هیچ کلامی قادر به گفتن حس آن لحظه نیست. حتی قد و ظاهر آن بانو کاملا مطابق استاد عزیزم چینگ های بود. چند ماه بعد از آن خواب خیلی معجزه آسا از لابلای هزاران کتاب و ویدیویی که سالهای سال برای یافتن حقیقت دست به دامن آنها می شدم پیدایت کردم و از همون نگاه اول متوجه شدم متعلق به این دنیا نیستی. از چهره زیبا و نورانیت پیدا بود. آسمانی هستی. الان یک سال هست که به دلایل وضعیت پاندمی بارها و بارها مراسم تشرف کنسل شده و هر بار بعد از کنسل شدن تشرف انگار در دریای از حسرت و غم فرو می روم. بزرگترین آرزویم گرفتن تشرف و دیدن شما از نزدیک است و آرزوی بعدم این هست که بتوانم برای صلح دنیا فعالیت کنم. دوست دارم همه عشق و فعالیتم برای کمک به انسان‌های نیازمند، حیوانات و زمین باشد. استاد کمکم کنید که بتوانم شاگرد خوبی برای شما شوم و به این آرزوهایم برسم. از راه دور بر پاهایتان می‌افتم و به خاک پاهایتان بوسه می‌زنم و اشک‌های عشقم را روانه نگاه زیبایتان می‌کنم. با یک دنیا عشق، فریبا از استرالیا. Pure Fariva, Master responds in loving recognition. Devout Fariva, I shed tears reading your letter, feeling your utmost sincerity and pain in your spiritual quest. Your heartfelt yearning and lifelong search are so intense because you are ready to go home. So simply remember this and know I love you as you patiently await initiation. In the meantime, be happy that you can help to spread the vegan diet and lifestyle in so many ways to rescue our world and bring us lasting peace. May divine grace guide your path each day, bringing wisdom and serenity to you and the pioneering Australian people. We welcome your heart lines, stories, and/or cute, loving animal clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.